امروز در بخش حال شما در رابطه با درد میده صحبت میکنیم و اینکه چطور بتونیم که درد میده خود کم بسازیم و چرا ای که خیلی از افراد در افغانستان دچار مشکل میده هستند یا دچار سوزش میده درد میده یا خلاصه ای که یک مشکل در میده خود دارن شما میتونید سوالات خود را با ما شریک بسازید از طریق شماره تماس برنامه و, و در این بخش دکتر نجیب الله عزیزی متخصص داخل عمومی مهمان ما هستند سلام صبح شما بخیر خوش آمده بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام خدمت شما مریم جان همکارای خوبتان و مردم شریف افغانستان انشالله در خدمت هستیم خیلی خوش آمدین صحبتان را از اینجا آغاز میکنیم که وقتی پیش هر دکتری فردی مراجعه میکنه اولین سال دکتر ازش است که تکلیف میده نداری و اکثرا ما میبینیم که خیلی از مردم ما و شما دچار تکلیف میده هستند دائم از تابلت های امپرازول استفاده میکنن از انواع و اقسام تابلت ها و شربت های میده چرا همه در افغانستان دچار تکلیف میده هستند سوال بسیار خوبی است خب آه کشورهای رو به انکشاف معمولا کشورهای جهان سوم مشکلات مشکلات سی در, در هر سیستم زیاد است ولی که در افغانستان چرا مشکلات میده زیاد است دلایل خاص خود داره خب از یک جانب گرفتن دواهای زیاد که این نقش ابتدایی مهمه در این مشکلات داره خب ما قسمی که همه شاهد هستیم با اندک ریزش مثلا یک شخصی اگر بکنه اینا ز خاصه خاصی دارن که اینا باید در ظرف یک روز جور شون کامل و سفترکسون اولین برای ریزش و این خاطر است که دواهای انالجزیک دواهای آنتی بیوتیک بسیار زیاد استفاده میشه حتی بدون از یک پیش دکتر مراجعه بکنن میرن در یک دواخانه خواستار از این میشن که برای ما یک آنتی بیوتیک بدین گرفتن انالجزیکا آنتی هر کدام از اینا اثرات سوی خود دارند. کی ای, ای آنوز هم مشکلات قدر زیاد نشده اگر امی حالت دوام بکنه ای واقعا یک بحران می سازه در قدم بعدی رژیم غذایی که ما داریم در کشور خود داریم معمولا رژیم غذایی خوب نیست مثلا اگر ما غذا استفاده می کنیم تایم غذا خوردن ما همو سه وقتی است که ما غذا استفاده می کنیم و ما غذا را بسیار زیاد میخوریم. و این زیاد غذا خوردن که یکی از دلایل خود با وجود آمدن دردای میده و زخم های میده را تا می سازه یکی از دلایل می است برای این ها و... را تکمیل می کنیم سروت جان پشت خط هستن صبح بخیر خیر بفرمایید <تصفح> سروت جان بفرمایید ما صدای شما را داریم می توانید سوال کنم <تصفح> سلام علیکم چی حال دارین خوب هستین برادر سلام علیکم سلام. تشکر بفرمایید سوال داشتم که کسی که خون استفراغ میکنه خون استفراغ میکنه این تعلق با میده داره یا نه تشکر در قسمت سوال از اینا بله خون استفراغ کردن معمولا بسیاری است که حتی استفراغ نمیکنه مثلا اگر به سجده میره یک مقدار خون دوباره برگشت میکنه ولی یکی که خون استفراق میشه به این معنی که قسمت اولوی یا قسمت بالایی میده از اصناع به بالا مشکل داره یعنی در داخل میری و میده مشکل دارن و اینا معمولا زخم هایی هستند که اینا خوندهنده هستن خون میتن و او زخمهایی که مسیف یا کتلوی باشه یعنی زیاد باشه خوندیزی ها معمولا این از طریق استفراق بیرون میشه که میتونه حالت جدی باشه و باید پیگیری شود بله در و در ادامه صحبت های قبلی در مورد رژیم غذایی ناسالم که همه ما داریم و تجربه میکنیم بله. خب در قدم اول پرخوری زیاد است که نباید پرخوری شود در قدمات بعدی شما نظر تانی است که ودا از سه ودا یعنی بله اگر زیادتر, زیادتر شود برد. ولی کم کم گرفته شود خوب است خوب به تعقیب از اینا ما از از غذاهای استفاده میکنیم که واقعا اونا زننده است مثلا ما در کشور خود غذاهای خمیری داریم که بسیار غذای تعریفی ما و شما است باید. مثلا من تو بولانی غذاهای سرخ شده که ما او کوفته میگیم و این غذاهای زننده غذاهای ثقیل الهضم دوامدار گرفتن از اینا میتونه آسیب بزرگ به جهاز هضمی بزنه خب قدمات بعدی از اینا کشیدن سگرت است مثلا که با مقدار زیاد استفاده میشه مردم زیاد سگرت میکشن مشکلات عصبی روانی است که معمولا اینا هم میتونه مریض بار بار یعنی آسیب بزنه مشکلات آسفی و خصوصا استرس و فشارهایی که وجود داره یا با مشکل میده ارتباط داره بله بله این معمولا تشدید کننده امراض معده است یعنی نمیتونیم ما بگوییم که سبب امراض معده است ولی اینا میتونه مشکلاتی که در معده وجود داره اینا را تشدید بکنن بله خیلی عادتشان همی است که وقتی درد در معده خود احساس میکنن خودشان یعنی که دکتر بگوی یا نگویه یا اگر دکتر قبلا برشان گفته از تابلت های امپرازول یا انواع اقسام تابلت های امپرازول استفاده میکنن نظر شما در این مورد چی است؟ مریم جانی که ما امی, امی فعلا در کشور خود به تدایی مریضا ما مشکل داریم واقعا مشکل داریم به امی خاطر است به خاطر از یک یک مریض می آید پیش دکتر او شاید صد بار 200 بار بار دوا استفاده کرده وقتی که پیش دکتر می مرض از این مقاوم شده دیگه در مقابل دواها مثلا یکی از اسباب زخم های میده اسباب دردای میده یک نوع میکروب به نام اچ پایلوری است که اکثرا مردم را مشناسن این میتونه اگر در ابتدا در حالتی که نو یک شخص مصاب به این مرض میشه اگر ای تداوی شود یک میکروب عادی است در ظرف 14 روز تداوی میشه و از این کلام نقیصه هم باقی نمیمونه ولی اگر ای اچ پایلوری تداوی نشود یک انتان عادی مشکل میرسانه به سرطان با به همین خاطر است اگر یک شخص برای بار اول این مشکل می داشته باشه پیش دکتر مراجعه میکنه دکتر بر زینا اینا دوا و این امکان داره در دا یک دوز دوا ده الی چهار روز دوا این مشکل رفع شود ولی اگر این بار بار دوا خورده باشه این مقاوم میشه دیگه ممکن پنج بار شش بار شاید مردمی که مردم عزیزی که ما را میبینن شاید اونا خودشان تداوی کردن و دیدن که شاید چهار بار پین بار تداوی شده بله یک تماس داریم تمیم جان از مکرویان زنگ زدن سلام تمیم صبح بخیر سوالت تمیم جان بله سلام علیکم یک سلام بشمو. با شما و به جناب دکتر تاس، ما بله میشتم بفرمایید سوالو تنو بپرسین تمیم جان دکتر تا بزرگوار سلام با شما سلام ما مدت 11 سال است که تکلیف میده دارم با صرف همی تیزاب میده زیاد است هر بار که بهش دکتر مراجعه کردیم دوایش پایلوری برام داده در دا هندوستان هم رفتیم پاکستان هم رفتیم در افغانستان هم پیش چندین دکترها همیشه دوای پایلوری برای ما توصیه کردن یک بار دو بار سه بار دوای پایلوری را خوردیم میگن که تا شش ماه مثبت نشان میده ما هم این بیا ایسو دیگه تو بیاگم پرازول میخورم میدیم می خوب است غیر دو که نخورم می افرازات تیزاب بالا می هیچ جور نمیشه ما خواستم که شما یک مشوره کنم چی نظریه میده تمیم جان کدام عمل ندارین شما سیگریت چیزی نمیکشین سر سگریت میزنم دیگه عمل ندارم خوب است خوب هست بشنوینم شکر تعمیم <applause> جان در قسمت سگریت گفت صرف سگریت میکشون <applause> <applause> سگریتی چیزی نیست خوب کشیدن سگرت یکی از اسباب گاسترو ریفلکس دیزیز است که او را به نام بعضا به نام ریفلکس یا همو عکس العمل برگشت کننده جهاز هضمی یاد میکنند که اینا معمولا مریض حتی اگر در هفته یک بار یک روز دلجوش میشه یا جگرسوز مثل که مردم میگه میشه اینا می مشکل دارن که اینا میگه بر از اینا که هر یک تا دو سال اینا باید یک اندوسکوپی بکنن به خاطر ازی که خود گسروی فجل ریفلکس دیزیز اسباب زیاده داره که یکی جیگرسوز. بله امی برگشت کننده مم. یا جگر سوزی یکی از اسباب از اینا یک خل خود ناحیه میده و میری است دا... که یک قسمت از میده در قسمت صدر یعنی بالاتر از حجاب حاجز بیرون میشه که هم دو نوا داره ای معمولا به صورت دوامدار مریض دلجوشی می داشته باشه تیزاب بلند می و یکی از اسباب تشدید کننده و حتی یکی از اسبابش می تونه باشه که اولین چیزی که برای این مریضا توصیه میشه این است که باید عمل سیگرت و یا هر دخانیاتی که داشته باشن قطع بکنن و به تعقیب از اینا اچ پایلوری با این مشکل اصلا ارتباط نداره با گرفتن دوای اچ با گرفتن دوای اچ پایلوری مشکل اضافه تر میشه چون اچپایلری شاید وجود نداشته باشه ولی دوای زی... مصبت نشان هر بار خب خب... ماهی تا شش ماه اصلا نمی شاید معاینه کردن از این مشکل داشته باشه شاید دوای مریض دفتن ختم شده باشه این رفته معاینه کرده باشه که نتیجه خوب نمیته تا گفته میشه که دو دو ماه بعد باید چک شوه و بار بعدی حتی تا, تا ماه چهارم پنجم باید چک شوه ام. که اینا در کتاب جدید بسیار زیاد فرق داره نسبت به حتی سال 2018 تا حال تداوی و تشخیص از اینا حتی تغییرات دارن خب اینا بر از اینا توصیه ای است که از غذای تند و ترش زننده باید جلوگیری بکنن و های گازدار نخورن و بهتریک زمانی که غذا میگیرن اینا مهمی است اینا پرخوری نکنن اول در بین غذا چای نخورن دفتن بعد از غذا چای نخورن دفتر بعد از غذا خوردن اینا تکیه نکنن یعنی به تکیه نکنن و استراحت نشوند و هم پرازول که یک روزباد استفاده میکنن آیا استفاده کنن یا خواهید؟ این ای هم باید تحت نظر دکتر استفاده شود دکتر میگن استفاده کنن بله این یک تداوی خاص خود داره یک تداوی تقریبا لودنگ بگویم داره که اینا میتونه آرام شوه و اینا از پی پی آی از امی اومپرازول میبراین شاید با یک ایش دو بلاکر که یک رنیتیدین یا فاموتیدین است اینا بعد از یک ماه دو ماه با او یک چند وقتی کنترل باشد ولی اینا باید عادات خود تغییر بتن زمانی که اینا استراحت میکنن اسید میده میه بالا که باید بعد از غذا خوردن استراحت کردن اصلا یک عمل اشتباه است که هیچ کسی نباید بکنه و این اشخاص خواه اصلا باید نکنن و عاداتشان همین پرهیزا و عاداتشان زیاد از با امونا میتونن خود کنترل بکنن حتی به دوا ان شاء الله ضرورت نمیشه و صحبت های قبلی که یک فردی میره چند بار تداوی اشپالی رو, رو میکنه و نتیجه هم نمیته و خلاصه اینکه تابلت های ای که استفاده میشن خب در قسمت تداوی اچ پایلوری ما معمولا پالیسی ما اینطور است که ما مریضی که اعراض داشته باشه ما اچ پایلوری تداوی میکنیم مثلا کسایی که دردای شدید میده داشته باشه این دردای میده انتقال بکنه به طرف بالا دردای در قسمت تختی پشت باشه گنگسیت داشته باشه مریض و دلبدی داشته باشه این از اعراض عمده اچ پایلوری است ما برای مریضای تداوی میکنیم که اونها عرضی باشند یعنی عرض داشته باشند به با تکلیف باشند ما اونها رو تداوی میکنیم خب معمولا زمانی که یک بار اچ پایلوری تداوی میشه معمولا پیش مریض باید دوای استفاده شود که او از او دوا کم استفاده کرده باشند و حتی حتی بهتری است که باید سی گرفته شود و کلچر شود با تعقیب از اینکه کشت انتان آمد دوای چایس و دوای انتخابیش هم معلوم میشه و به تعقیب ازی خود انتان معلوم میشه که چی است بهتری است که از طریق کشت باید پیش رفته شوه که یک بار تداوی شود ولی اگر ما امپایریک یا تجربوی تداوی میکنیم مریضه ای هم را داره باید مریض چارده روز تداوی شود از دوا استفاده شود که قبلا زیاد استفاده نکرده باشه مریض ای پیش از اینا استفاده میکنیم ولی ولی زمانی که دفتا دوای زینا ختم میشه نباید ما ماینه ما دوباره بکنیم میده باید بگذاریم دو ماه به تعقیب دو ماه باز بعد از اون ماه دوباره ما دوباره ماینه زیده بکنیم که منفی شده یا نه تشکر سلامت باشین از اینکه مستشریف آوردین وقفه میگیریم و بعد از وقفه برمیگردیم در ادامه برنامه سلام دوستان عزیز برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین و برای پیوستن با کانال یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین